دریا سالار مایک مولین در مصاحبه با تلویزیون الحره گفت من شاهد افزایش فعالیت ایران در تأمین و رسندن تصریحات به طور اخص به گروه های افرادی شیعه اراق بودم. و افزود ما گام در ارتباط با برنامه ریزی در این زمینه و همچنین آگاه کردن ایران انجام دادیم مبنی بر اینکه این گونه فعالیت ها باید متوقف شود زیرا در واقع بعضی از این سلاح ها سربازان آمریکایی را میکشد و ما آنچه را برای دفاع از سربازانمان لازم باشد انجام خواهیم داد رئیس صداد مشترک ارتش آمریکا گفت جمهوری اسلامی متوجه حساسیت زمان و فرارسیدن دوری انتقال و پایان توافق استراتژیک آمریکا و عراق در 31 دسامبر است و نفوذ آنها در عراق در حال افزایش است. ایران از یک سو میگوید خواهان رشد یک کشور مسئول عراق است ولی در این حال مکررا گام در حمایت از گروه های تندروی شیعه عراق به منظور بی سازی جنوب عراق و حمایت از تروریسم سراسر منطقه برمیدارد. دریاسرال مورن تاکید کرد از دیدگاه ایالات متحده ما این اقدامات ایران را که جان افراد نظامی ما را به مخاطره بیاندازد نخواهیم پذیرفت و اقدامات مناسب را در این بار انجام خواهیم داد. ما این مسائل را به طور خاص با نخست وزیر عراق و دیگر مقامات در میان گذارده ایم و آماده همکاری برای رویارویی با این چالش ها هستیم ولی وارد جزیات ها نمی شود. ژنرال مولن در ارتباط با دخالت جمهوری اسلامی در امور لبنان و فلسطینی ها چنین گفت ایران مسلما یک رژیم خواهان نفوذ است و به طور حد مکررن از طریق سوریه حزب الله را حمایت تسلیحاتی کرده که مایه نگرانی ماست و ما توجه زیادی به آن داریم این نشانگر آن است که ایران در لبنان و غزه و یا در هر نقطه و منطقه دیگری که وارد می شود با خود بیثباتی همراه می آورد. هیلگری در اولویت و در قلب استراتژی دولت ایران قرار دارد. مایک مولن در مورد دست داشتن ایران در حملات عراق با ابراز نگرانی گفت مدارک قانونی نشانگر آن است و شکی باقی نمیگذارد گذارد که ایران دست کم در پس بخش بزرگی از این حملات جای دارد. گزارش صدای آمریکا شهلا آراسته.